میبینیم که بر ضد منافع ایران تحریکاتی شعارهایی میشنویم که این به گوش ایرانی ناآشناست. هیچ ایرانی حقیقی یک همچین شعاری نمید. ولی ما این شعارها رو شنید، تعجب کردیم، تأسف خوردیم، بلکه قصه هم خوردیم که چطور میشود یک نفر اسمش ایرانی باشد ولی شعاری بدهد که مستقیما به وسیله خارجی به او دیکته شده، ولی پرده ها بالا رفت، ماسک ها عقب رفت، افراد شناخته شد، حالا این افراد در هر مقام و منزلتی که باشه اینا شناخته شد. صفوف ایرانی باید از هم جدا. 80 میلیون جمعیت مطمئن هستم که 29 میلیون و 900 خورده هزار نفرش ایرانی هستند و عده قلیلی اگر اسمشون ایرانی باشد دلشون ایرانی نیست. این دو صف باید از هم مجزا. البته ارزش این را ندارد که بگویم این دو صف، ولی اون 29 میلیون و 900 خورده هزار نفر از اون چند هزار نفر اینها باید فاصله بگیرند. من عزیزان اگه یادشون باشه چند وقت پیش من اومدم مصاحبه یک فرد مجهول الحال رو به نام معلول الحال، به نام آقای هم معلول الحال هم مجهول الهویه، به نام حمزه پور رو براتون برنامه کردم که قرار بود اینا در واشنگتن یا جلوی کاخ سپید یا در کنگره آمریکا، حالا هر غلطی که می‌خواستن بکنن، می‌خواستن هواداران پادشاهی رو جمع کنن اونجا یک تظاهراتی بزنن و گفتن آره عمو ترامپ به ما گفته چراغ، اول که گفت آمریکا به ما گفته، قرار شده آمریکا به ما گفته ایرانیانی یا هواداران پادشاهی که میخوان در این نشست باشن باید بیان در آلمان، یکی از شهرهای آلمان رو نام بردن که حضور ذهن ندارم، بیان اونجا سوار هواپیما بشن میان آمریکا و اونجا ما 3 روز تظاهرات داریم و در این 3 روز هتل و شام و نهار و صبحونه و کوفت و زهرمار و پول بلیط هواپیما و همه اینا را کی میده؟ حمزه پور میده. آقا رسید، قرار بود همین چند روز پیش این تظاهرات انجام بشه، آقا خبری نشد، خبری نشد، گفتم چی شد اینا، ما همه چی رو دنبال میکنیم دورا دور دیگه، تا اینکه دیشب در رسانه واقعا دیگه آقای همایون چی بگم، برنامه‌ای که در این رسانه شما میذارن رسما بند تنبانیه، در رسانه بند تنبانی و برنامه خانم زینا تهرانی از این سلطنت طلبای واقعا در به داغون دانیاساره، ایشون این آقای حمزه پور رو دعوت کرد که آقا چی شد پس 50 دقیقه اینا با هم دیگه پوزش میخوام دیگه چرت و پرت گفتن، ولی چرت و پرتایی که داشتن میگفتن 4-5 دقیقهش خیلی جالبه. اولا که قرار بود پولش آمریکا بده، در این 4-5 دقیقه تو دعوایی که داشتن معلوم شد اصلا عربستان قرار بوده پول بده. صحبت‌ها چون خیلی جالبه، فقط قبلش بهتون بگم این نشون میده که اپوزیسیون ما تا مغز و استخوان وقتی که ما میگیم پول عربستان به ویژه هواداران رضا پهلوی، ما توهم نداریم مثل ناکسانی که با توهم میان مسئله سیاسی رو بیان میکنن، ما تجربه داریم. من بیش از اون که سواد تاریخی داشته باشم، بیش از اون که سواد سیاسی داشته باشم، پیش از اون که مسائل رو بخوام دنبال کنم تجربه دارم. در سن 33 سالگی که الان رسیدیم 34 سال دیگه چه عمرم داره میره، تا این سن از سال 1380 با احزاب سیاسی فعالیت کردم که خدا رو سپاس خیلی یادشونه. من از سال 1380 تجربه تونستم بده، تجربه زندان، گروه های مختلف، کشورهای مختلف، برو بیا با این بشین با اون پاشو، اینها تجربه است. وقتی که بهتون میگم اینا پول عربستان رو دارن میگیرن، پیش از این که سواد سیاسی و اینا یا آگاهی دقیق داشته باشم تجربه هم داره میگه اینا بابا همشون دارن پول عربستانه، یعنی رو پول عربستان حساب کردن. خوشبختانه تو دعوایی که داشتن خودشون هم اعتراف کردن و هر چقدر جلوتر زمان که بخوره حقانیت من کمترین که در این 4-5 سال پیوسته برنامه ساختم هی داره نمایان میشه. نگاه کنین صحبتاشون جالبه، ببینید چیا میگن. علی اینا بعد از پستان مادر چی بخورن که میشه آمریکا؟ قدرت دنیا، قدرت دلار، نه روبل، نه لیره و نه ارزم. اولا آقای رضا طلب رو نگاه کن، نمیدونم عکس کدوم یکی از اتنا ریگان باشه، نمیدونم عکس کدوم رئیس جمهور پشت خودش گذاشته با پرچم آمریکا. تو رو خوره نگاه کنی، بعد مردک دم از ایران میزنه چنین آدمی، این پیر پاتال. بعد خیلی جالبه
این دانیاسور زمانی که من اومدم و زایش کردم و صحبتش رو تحلیل کردم رفت در رادیویی در سوئد که خانم شکوه ارشادی، خانم شکوه ارشادی واقعا زشته، دیدی زایش شدید خانم ارشادی؟ فهمیدی چرا من در یک جای از جمهوری اسلامی دفاع میکنم؟ چون شماها رو دیدم. خب بنابراین همین جمهوری اسلامی با همه اشتباهاتی که داره بماند بهتره، چون بره که شماها میزنید کشور رو داغون میکنید. شما این فرد رو دعوت کردی، یک ساعت به من توهین کرد. میدونی یک ساعت به من چی گفت؟ به من گفتش که همجنس باز، اوا خواهر، فلان، موشو بلند کرده، مثل دخترها حرف میزنه. مردک من دارم بحث سیاسی با تو میکنم، اندیشه سیاسی من رو تحلیل کن. این که من چی هستم، جنسیتم چیه، علایق جنسیم چیه، رو که آخه به تو چه ربطی داره؟ هیچی ندارن اینا در برابر من. در برابر من چون چیزی منطقی ندارن هیچ کدوم رو کنه، یا یکی بعد به ما بگه پسرک، یا یکی بعد به ما بگه اما خواهر، هیچی ندارن بگن. چی بگه؟ در برابر این سخنان آتشین که بر اساس اسناد و مدارک چی بگه؟ خب من دو ماه پیش اومدم تو رو ضایع کردم، دو ماه گذشت حرفم ثابت شد. خانم شکوه ارشادی زنگ بزن به من دقیقا پوزش بخواه بابتی که اینو دعوت کرد. بابا خجالت بکشید خانم ارشادی، بعد از 40 سال میخواید مزدور عربستان بشین؟ حالا گوش کنید. یورو این جوابی بود من بشت. این آدم میخواد ما رو نجات بده پرچم آمریکا پشتشه؟ خاک بر سر مملکتی که این دانیاسر 85 ساله میخواد نجاتمون بده. شرکت بیمه رو این سرمایه گذاری نمی کنه. بعد شما میخواید ما نجات مملکتمون رو این فرد سرمایه گذاری کنیم؟ شون دادم و در این صورت بنده خودم رو آماده کرده بودم برای به مجرد دهنکدی 12 به اسلام می که 4 روزم جلوتر یعنی 8 برنامه انجام شد، آماده کرده بودم که این دموستراسیون و این همایش ملی متعاقب این شکست مجدد بزرگ جمهوری اسلامی که همه به من میگفتن به هیچ وجه آمریکا نمیتونه خودش عقب بکشه و من نمیخوام بگم علم غیب داشتم. آقای دکتر، آقای دکتر، علم غیبتون ولکو، تو الان بگو چرا نتونستی سفر ببری مردم ها. شما که قرار بود تظاهرات بذارید اینو بگو. خانم زینا شما ازش بپرسید. صحبتو جاهای دیگه آقای دکتر حمزه‌پور اجازه بدید. صحبتو جای دیگه نبرید. اول به ما بگین که کی به شما این آفر داده بود که این کارو شروع کردی؟ چه کسی؟ کدوم کشور؟ امریکا به شما داده بود؟ اسرائیل داده بود؟ عربا داده بودن؟ کیا بودن؟ بله، کشورهای همسایه. تو که تو برنامه خانم شکوه ارشادی گفتی آمریکا، حالا شد کشورهای همسایه. حالا کشور همسایه کدومه؟ عربستان دیگه. کدومه؟ کشورهای همسایه کیا؟ بله، کشورهای همسایه کیا بودن؟ وقتی من میگم کشورهای همسایه، کشورهای همسایه. پروفیوز نمیگه کدوم کشوره، میگه کدوم کشوره، میگه کشورهای همسایه. کشورهای همسایه رود نمیشه بگی عربستان میخواست بهتون پول بده بی شرف. رود نمیشه بخوای بگی از عربستان داشی پول میگرفتی اپوزیسیون برای ما تشکیل بدید. شما پوفیوزیسیونید. میگه کشور همسایه، بگو عربستان. همسایه کجا؟ همسایه ایران؟ همسایه ایران. بعد خب نمیتونید مطرح کنید؟ نه دیگه، اسم لازم نیست. شما خب اسم لازم نیست. خب چرا لازم نیست؟ ما باید بدونیم که میخواد ما پول داره میده، عاشق چشم و ابرو ما شده، میخواد ما رو نجات بده، شما رو 3 روز ببره واشنگتن اینا براتون خرج بکنه، هتل و شام و نهار و رقاصه و اینا براتون بیاره. ما باید بدونیم. چرا ملت اینا باید بدونن؟ خب بدون حرف میزنید. ما چندین کشور داریم. حدس‌هایی میشه به جاهای دیگه. اجازه بدید، اجازه بدید آقای دکتر. حدس نمیشه زد. شما یه روز با آقای همایون صحبت کردین، گفتین آقای همایون شرم آور نیست با این رشی همکاری میکردی؟ بابا من قلبا شما رو دوست دارم. بابا به خدا زشته. اگر این مسئله پا نگرفت، من میام اون کشوری که به من این آفر رو داده اسمشو میگم. ببین چه بیشه، تا اینجای کار که فعلا نگفت کدوم کشوره، فعلا گفت کشوره همسایه. تا اینجای کار کشوری به قول خودشون گفته که تو بیا یه تظاهرات علی جمهوری اسلامی را بنداز در قالب اپوزیسیون پول شما میدین. تا همینجا تو خائنی. حالا کشورا ببین چه کشوری بوده که روش نمیشه بگه. عربستان دیگه روش نمیشه بگه. ولی همین نفس این اپوزیسیونه. اون بی شرفایی که تو همین اپوزیسیون با اینم مخالفن ولی میرن کامنت میذارن زیر پستای آقای ترامپ، در بی شرف بودن با هیچ فرقی ندارن. اونا خودش تبره. خود رضا دیوای که دنبال باسن سناتورای آمریکایی پلا رو دوتا یکی میکرد با آقای جان مک‌کین و اینا بخواد عکس بگیره،
میرفت چیچیشلون میرفت جایزه میگرفت، کسی که میگفت بایستی برای ترساندن ایران، این صحبت رو فکر سال 2005 کرد، برای ترساندن ایران چند تا از بیابانهای ایران رو بمب اتم بزنیم حساب کار درسشون بیا. این آقای شلدون میگفت، شلدون یهودی. و این رضا دیوای بیشرف رفت ازش پول گرفت، رفت جلوی دوربین وایساد ازش جایزه صلح گرفت، جایزه ارزش‌های یهودی صهیونیستی گرفت. رسما نام جایزه است، نمیخوام اینجا تخریب کنم، پروپاگاندا کنم. جایزه ای رو رضا دیوا گرفت تحت نام کسانی که برای ارزش‌های یهودی در یک سال گذشته فعالیتی داشتن. و رضا پهلوی چنین جایزه ای رو از آقای شلدونی گرفت که گفت بیابان‌های ایران رو بمب اتم بزنید. همه‌شون همینن ها، این اپوزیسیون همه‌شون همینن. انقدر این اپوزیسیون بی شرفه که ما مجبوریم بریم یک جایی از خامنه‌ای دفاع کنیم که به تاریخ کشور ما میگه هخامنشیان توهم داره. ما میدونیم دقیقا داریم چی کار میکنیم. ما دقیقا در جایی که رخت رزم باید بپوشیم میپوشیم، جایی که رخت بزم باید بپوشیم میپوشیم. ما در جایی که برای خامنه ای به خاطر سخنان ملیش دفاع بکنیم، میایم در چارچوب منافع ملی ایران بر این اصول دفاع میکنیم. در جایی هم که باید جلوش وایسیم، دیدید دیگه در این اپوزیسیون زمانی که آقای خامنه ای توهین کرد به هخامنشیان، تنها کسی که تندترین پاسخ به آقای خامنه ای داد من بودم. و در جایی که صحبت درستم میکنه آقای خامنه ای، تنها کسی که در این اپوزیسیون دفاع میکنه از خامنه ای منم. به این میگن رسیدن به اوج قله های ایران گرایی. وقتی که میگن ما این راه رفتیم، این مسیر رو رفتیم که دقیق میدونیم در اوج خشممون با اسلام، در اوج دشمنیمون با اسلام، یک دفعه میایم از خامنه ای دفاع میکنیم، از سپاه پاسداران دفاع میکنیم. و در این حال که از خامنه ای دفاع میکنیم، لازم که میشه تندترین پاسخ رو در برابر توهین ایشان به هخامنشیان که رضا دیبا تا مریم رجلی تا همه این اپوزیسیون بیشرف، پاسخهایی هم که دادن خیلی معمولی بود، تندترین پاسخ رو من دادم. به این میگن دکترین ایران شهری. به این میگن دکترین ایران شهری که بدانی کجا دفاع کنی از یک شخصیت و کجا جلوش وایسی. و اگر شاغولت منافع ملی باشه، دیگه امید دانا برات انسان پیچیده ای نیست. اگر شاغولت منافع ملی باشه، دیگه میفهمی امید داناها چه دارن میکنن، چون ما منافع ملی برامون والای هر چیز است. اپوزیسیون ما اینا هستن، رسما داره میگه خارجی قرار بوده به ما پول بده همایش بذاریم، همشون همینن. حالا گوش کنید، خب امروز باید بگید شما دیگه، برای که کار که درست نشده بود و جز این که برای شما شایعه سازی شد، جز این که اذیت و آزار به شما رسید، چیز دیگه نیست. بگید کدوم کشور بوده، چه اشکالی داره؟ از کشورهای همسایه، از دبی شروع میشه. کشور اولا دبی شهر احمد، میگم شرکت بیمه رو چیده، امارات منظورته. از امارات شروع میشه، خب تا کجا؟ از قطر شروع میشه. از قطر هم شروع میشه. عذر میخوام، کشورهای همسایه یه کشور که نبود. کشورهای همسایه چند تا کشور به شما آفر دادن مگه؟ جمهوری اسلامی پولاشو آقای دکتر چی دارید که جواب یه دونه است؟ چند تا کشور به شما اجازه بدید آقای دکتر، اجازه بدید سوالا رو کوتاه جواب بدید. نمیگه چند تا کشور به تو گفت پول میدیم برا تظاهرات برگزار کن؟ من سوال بکنم، لطف کنید زحمت بکشید جواب من بدید. کشوری میگین همسایه در ایران؟ ما آره بحرین داریم، کویت داریم، دبی داریم، اینو داریم، اونو داریم، ولی کدوم این کشور رو بشون؟ من میگه دبی. بابا دبی شهره، بابا این حد جغرافیا رو هم نمیشونن، میخوان مملکت نشونن. این میگه دبی، اونم میگه دبی. خب من گفته بودم همشون با هم، همشون با هم. اومدم به تو دانیاسر 85 ساله گفتم برو تظاهرات بذار. خب چقدر آدم مهمی هستی تو. هاشون با هم گفته بودن؟ بله با هم که یک صدا کرده. خب تلفن های مختلف، تلفن کشورها می اومدن. حالا کشورها، آقا کشور یعنی چی؟ کدوم نهاد، کدوم سازمان، کدوم جریان؟ دولت بوده، انجیو بوده، کوف بوده، زرمار بوده، همه کشورها با تو اومدن یک نوع یک نوع به زنگ میزنن آقای حمزه پور بیا یه تظاهرات بذار. آخه تو کی میشناسه که همچین کاری هم بکنه؟ حالا باز رضا میگفت یه چیزی، رضا تو نو عالم حساب نمیکنن که پسر شاه بوده، تو رو کی حساب کرده به زنگ زده؟ خب تلفن‌های مختلف از کشورهای همسایه، هر کدوم به عنوان رقابت به هم دیگه. واه
ما هم گفتیم دیگه از این اوه کشورها داشتن سر حمزه پور دانیاسر 85 ساله با هم دیگه رقابت میکردن. آخری خب بهتر نمیشه برای که همه این توهمیامون دارن زیاد میشن و ترسیدن از این جمهوری اسلامی. همه اینا تشخیص دادن جمهوری اسلامی باید بره مثل زمان محمد رضا شاه. بله همه تشخیص میگه همه تشخیص دادن جمهوری اسلامی باید بره مثل زمان محمد رضا شاه. خود پوفیوزش داره میگه محمد رضا شاه رو خارجی آوردن، از همون روش میخواد جمهوری اسلامی رو ببره. خب اگه این کشور دلسوز حاکمیت ملی ما بودن، دلسوز مردم ایران بودن که محمد رضا شاه رو نمیبردن که، پس دشمنیشون الان با جمهوری اسلامی هم برای مردم ایران نیست، چون جمهوری اسلامی منافع اینها رو تو خطر انداخته. از این روز که ما از جمهوری اسلامی در بخشای حمایت میکنیم، خودش هم داره میگه ها، واقعا نگاه کنی به این میدونی مثلا این به اوریانی که این داره میگه به مانند اینه که فرزند آدم بیاد جلوی چشم پدر مادرش دوست دختر یا دوست پسرش رو بیاره سکس بکنه. ببینید چه حالت زشتی است، اینقدر اینا زننده دارن حرف میزنن، یعنی خیانت رو من باورم نمیشه. ما نداشتیم واقعا، ما در 200 سال گذشته تا اندازه که دلتون بخواد خائن داشتیم، ولی بابا خائنینی که در طول زمان رضا شاه محمد رضا شاه بودن یه پرنسیپ هایی رو رعایت میکردن. به خدا همین خمینی زمانی که CIA اومد باش دیدار کنه حاضر نشد علنی دیدار کنه، این یارو یزدی رو فرستاد. علنی دارن میان جلو، علنی داره میگه، علنی میگه کشورهای همسایه ایران از امارات و قطر به من گفتم یه تظاهرات بذار. حالا اونا نگفتن، اینا که همشون نوچای عربستان هن. مشخصا عربستان، یه کسی تو عربستان به این یه پیشنهادی داده، مطمئنم حالا دادن و دارن میکنن. ولی من یادم آقای دکتر اجازه بدید، شما روز اولی که به من زنگ زدین کشوری رو اسم بردی، گفتی ما رفته بودیم اونجا با این خب این که نمیگه کدوم کشوره، تو خانم زینا تهرانی بگو کدوم کشوره، راحتمون کن. افرادی که من نمیدونم البته کیا بودن صحبت کردیم، اونا به ما یه همچین آفری رو دادن. پس همه کشورها اون موقع نبوده، یه کشور بوده به شما داده. اینقدر نام عربستان وحشتناکه که حاضر بگه همه کشورهای عربی به من گفتن بجز این که عربستان رو بگه. خب من برای این که میخواستم جواب شما رو به صورت کوتاه مختصر و مفید بدم، عاقل را اشاره کافیست، فقط گفتم بله. یعنی به خانم زینا تهرانی هم دروغ گفته. خب کشور مثلا فلان ایکس به شما گفتم، بازم عربستان نمیگه، میگه فلان ایکس، حالا فلان یا ایکس یا هر کدوم. حالا دیگه من دارم بهتون جواب بهتون میدم که در زمان محمد رضا شاه هم لیبی بود هم عربستان بود هم آمریکا. میگه در زمان محمد رضا شاه اپوزیسیون از لیبی و عربستان و آمریکا پول گرفتن، حالا داره توجیه میکنه که ما هم همون کارو بکنیم. ببین چقدر کثیفه. اولا اپوزیسیون شاه غلط کردن که رفتن از اونا پول گرفتن، ما هم بریم همون غلطو بکنیم. آقا یه حمزه پور آخونده و این جریان چپ و ملی مذهبی ها خائن بودن، از قذافی رفتن پول بگیرن. من به عنوان یک ایران پرست چرا بر همون خیانتی که آخونده کردن من بکنم؟ آقای دکتر حمزه‌پور، همیشه همه کس بودن، ولی در مورد شما چی بوده؟ اسلامی قدم برداشتن اینو در کتاب ها نوشتن خانم. آقای دکتر حمزه‌پور، شما با یک کشور روز اول تماس داشتید؟ خب یه کشور بود تا اونجا که من میدونم عربستان بوده، به شما آفر دادیم. تموم شد، نام کشور رو با عربستان بوده. اینقدر نام عربستان وحشتناکه روش نمیشه بگه. گوش کن خانم زینا تهرانی، بالاخره با همه خنگیش اینو اومد مطرح کرد. آقای دکتر حمزه پور، شما با یه کشور روز اول تماس داشتید، یه کشور بود تا اونجا که من میدونم عربستان بوده، به شما آفر داده بوده. عزیزان در اپوزیسیون به حرفای من ایمان میارن، برن پستای فیسبوک منو بخونن. 4 سال پیش گفتم این اپوزیسیون تا مغز و استخوان در پولهای عربستان غرق شده. عربستان اومده بود به این پیشنهاد داده بود که تظاهرات بگیر، هواپیما تو ما برای توی آلمان میگیریم، همه رو جمع کن. حالا اخبار ریزی دارم از همین سوئد که برخی از این هواداران پوفیوز رضا دیبا جمع شده بودن خانوادگی برن. خانم شکوه ارشادی آمارای ریز دارم، شما چون مسئول استکهلم خانم شکوه ارشادی بود، هر روز زنگ میزن ما 40 تا رادیو در پیتی تو این استکهلم داریم.
زنگ میزد به رادیو نوید آزادی و اینا، آقا جمع شید با همدیگه زنبیل و منبیل و پیکنیک میخواییم بریم، چی بریم؟ آلمان سوار چیم بریم؟ آمریکا سه روز بخور و اینا، عربستان داره پولشو میده. خانم شکوه ارشادی بیایید من معذرت بخواید از ملت ایران که از عربستان قرار بود پول بگیرید این کارو کنید. حالا چرا نشدش هم بهتون میگم. شد آدم یه کلمه میگه چه ترس و وحشتی دارین شما. اون میگه الان میگوش میدونم عربستان بوده به شما آفر داده بوده. تموم شد آدم یه کلمه میگه چه ترس و وحشتی دارین شما. راست میگه، چه ترس و وحشتی دارید. آفرین خانم تهرانی، شماها که دیگه کوس بیابروتون همه جا ریخته، شما که علنن و اوریان دارید خیانت میکنید، دیگه چه ترسی داری آقای حمزه پور؟ بگو عربستان، بگو عربستان میخواسته بهتون پول بده. خانم تهرانی دیگه راحت میکنه، بابا ما که بیشرفیم آقای حمزه پور. از زبان خانم ترجمه صحبت خانم تهرانیست. آقای حمزه پور ما که هممون با هم همکاسته ایم، ماها که حرام لقمه ایم، ماها که بیشرفیم، ماها که بیناموسیم، چه خجالتی داری بگی؟ عربستان میخواست به ما پول بده دیگه. حرف خانم تهرانیه. خب عزیزم ترس و وحشت نیست، من دارم میگم اون یکی از کشورا بود. میگه عزیزم ترس و وحشت نیست، دو ساعت نگفت، آخرم اون گفت. بعد میگه من گفتم اون یکی از کشوراست. میشه رفته که اصلا نام کشور رو نگفتی که عربستانه. خب بعد شاید کسای دیگه هم اومدن به شما آفر دادن، من خبر ندارم حقیقتا. ببین کشورای دیگه تک تک میخواد اسم ببرم، از کویتش گرفته، خیلی عذر میخوام، از دبیش گرفته، میخواد دقیقاً اسما رو بدونین؟ میخواد حاج جبارا رو بشناسید که حاج جبارا کی بودن؟ بله چه اشکالی داره؟ بذارید مردم بدونن، قش شایعه سازی نکنن. منظور اون حمزه پور اینه که کشورها رو برای چی میخوای بدونی؟ من یه پولی بود میخواستم بهتون بدم دیگه، اسب پیشکشی رو دندون نمیشمارن، چرا از من کشورها رو میپرسی؟ در هتل 4000 دلاری دبی یه شب میخوابه یا واو اینا کیان؟ اوکی همینا که پولای ایران خوردن الان میخوان تشخیص بدن سکیوریتیشون در خطر. بعد میگه که در جاده صحرای کربلا برگشت گفتش که این جمهوری اسلامی تو دبی تو هتل 4000 دلاری میخوابن. خب به ما چه ربطی داره؟ تو الان بگو که پول از کدوم کشور میخواستی بگیری؟ و میخوان خرج کنن که جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. به نظر من کار قشنگیه. بله آقای دکتر حمزه‌پور میگه دبی و اینا میخوان پول خرج کنن جمهوری اسلامی رو برانداز کنن، به نظر من کار قشنگیه. ببین با چه پوفیوزایی ما واقعا، ببخشید من این واژه پوفیوز امشب زیاد استفاده کردم، به خدا عطا پوفیوز یه حیوان نیست، فوش رکیک نیست، برای همین هی مجبورم از این واژه استفاده کنم. خیلی الان آتشینم، اینقدر اوریان دارن خیانت میکنن، دایره فوشای منم بسیار محدوده به خاطر که سطح برنامه پایین نیاد، نمیدونم چی بگم واقعا. یعنی این سطح بی کلاسی و بی پرنسیبی و خیانت، اصلا من نمیدونم چی میشه نامشو گذاشت. زیباییست آقای دکتر حمزه پور، گذشته کردن به آقای دکتر حمزه پور، اشتباهشون تصحیح میکنن. آقای دکتر حمزه پور لطف کنین صدای منو داشته باشین. شما فکر نمی کنید که من یادم اولی که این مسئله مطرح شد خیلی خوب داشت پیش میرم، خیلی خوب داشت بعد پیش در جلساتی که شما داشتین من یه بقیهش مهم نیست. حالا بهتون بگم چرا جلسه شون به هم خورده. آمار داریم، ما همه پدرتون رو در میاریم وایسا. خب تا اینجا که دیدید پس پول عربستان بوده، اینا که حاضر نبود بگه عربستان، مشخص شد که عربستانه. چرا به هم خورد؟ عربستان اومد اینا چون میان توی اپوزیسیون میگردن ببینن کیا توانا هستن بهشون یه پولی بدن که اینا بیان این حرکاتو بکنن. اومدن به اینا این پولو بدن، بعد دیدن بابا این دانیاسر 85 ساله با اینا که جمع کرده واقعا داغونن. یعنی خانم شکوه ارشادی اینا که داشتن توی استکهلم جمع میکردن با یارانشون برن در آمریکا، نامها رو که به گوش من میخورد خندم میگرفت. مثلا یکی از این ناما یه واقعا انسان بی کلاس عقب افتاده بود تو استکهلم که روم نمیشه نامشو بیارم، واقعا وحشتناک بود. یه آدم بی کلاسی که اصلا به گوش ما هم رسیده که تظاهرات مجاهدین هم چون مجانی از سوئد میبردن خودش رو تو قاطی مجاهدین کرده بود، رفته بود پاریس، اونجا هم یه چلو کباب و دوغی هم خورده بود و مجانی هم دو روز پاریس رو گشته بود. یعنی یه همچین بی کلاس هایی هم. به خدا اگه سرش به تنش میارزید الان با نام و رسم و عکسش هم میذاشتم تا بدونید واقعا چه انسانه پستی هم اینا حامیان رضا دیبا. به مرگ مادرم دارم راست میگم، به جان مادرم دارم راست میگم. هوادار رضا پهلویه، چون مجانی بره در پاریس در تظاهرات مجاهدین رفت شرکت کرد، مجانی بردنش پاریس اومد. چنین افرادی بی کلاسی داشتن میرفتن اونجا.
عربستان فهمید که بابا اینا داغونه، گفت ببخشید شرمنده آقای حمزه پور ما پول بهتون نمیدیم، وسط را ول کرد عربستان. معلوم آقای حمزه پور شرکت بیمه هم گفتم بود سرمایه گذاری نمی کنه، برای خیانت هم باید توانایی خیانت داشته باشی. شماها داغونید، شماها رد خارجید، کدوم کشوری حاضر بیاد براتون سرمایه گذاری کنه؟ چند روز پیش دیدم این پسرک چیه، این رضایه که تو آلمانه ضرب جیغ جیغوه، رفته بود یه اسرائیلی رو آورده بود که مثل که اسرائیلی یه کارهی بود، دو ساعت باش مثل این که توی از من ندیدم برنامه رو، بچه ها رسد کردم برام ریزش ها، چون گزارش ها رو بچه های رو دست به من همه رو میدن، و رفته بود دو ساعت با یارو گویا صحبت کرده بود که آقا جان اسرائیل حاضره مثلا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو جمع جور کنه پول بده که ما برانداز کنیم، تا آخرشون یارو اسرائیلی گفت نه، این دیگه قاطی کرد به اون یارو اسرائیلی، گفت بابا برو گم، شما برای چی داریم با تو صحبت میکنیم؟ آخه عزیزم دولت هم اگر پول بدن به شما در پیتیا که نمیدن. به خدا ایران پیشنهاداتی به من شده تا به امروز، حتی بیشتر این پیشنهادات مال 3 سال پیشه، در 3 سال اخیر دیگه راه و روش من همه اینا شناختن، دیگه سمت من نمیان، ولی اوایل کارم وقتی که اینا توانایی اجرای منو دیدن و دیدن توانایی دارم ساعت ها بشینم حرف بزنم و بینندم خسته نشه، اومدن پیشنهاد دادن که آقا بیا برات آپارتمان میخریم تو لندن، برو فلان تلویزیون، نام نمیارم، نمیخوام، به خاطر هزاران دلیل به موقعش، هر چیزی باید موقعش برسه. یعنی اونم هزاران پیشنهاد به خدای ایران به من دادن، انواع اقسام پیشنهادات بود که بیا برای... اصلا چی شد که من اینجوری شدم؟ دیدم به خود من عربستان اینا دارن پیشنهاد میدن، معلومه دیگه قاطی کردم، گفتم آقا جان اینا مثل ما رو نشناختن، فکر کردم ما مثل این بی پرنسیپ های اپوزیسیون هستیم، تو اتاق خوابم برنامه میسازم، از بینندم میخوام که آقا جان اگر میتونی در ماه به من کمک مالی بکن، ولی به هیچ عنوان از بیگانگان پول نمیگیریم، یک کرون یک دلار هم اگر مخاطبان من به من کمک مالی نکنن به ایرانم سوگند، یک سنت از کشورهای بیگانه نخواهم گرفت. خب اینا فهمیدن دیگه، دوربر ما رو خالی کردن، ولی بخوام پیشنهاد بدم به افرادی، چون ما پیشنهاد میدن که بالاخره یه توانایی داریم، ادعا نمی کنم توانایی داریم به هر حال، نه به شما رد خارجا، خب معلومه بهتون نداد دیگه پول رو زایتون کرد که حالا شما بشینی اونجا حتی رود نمیشه بگی کدوم کشور میخواسته بهت پول بده. آخر زینا تهرانی گفت عربستان، خیلی بیشرفید شما، حالمو به هم میذارید، اه اینقدر بی‌پرنسیپ. این بخش برنامه رو جمع میکنم به هر حال.